کوچه ایرانیان، و همدردی صمیمانه با ملتی که در کف خیابان به پا خواسته و یاد مهسا امینی را با خروش خود جهانی کرده است. خوب می دانید که 44 سال پیش توده گسترده از هموطنان ما که فریب یک ملای ریاکار را خورده بودند، متاسفانه وطن ما را که رو به رشد داشت طی این دوران تبدیل به یک کشور نابسامان طالبانی کردند با غالبی فریبکارانه و تیتر جمهوری. و حال امروز ملتی که بیش از گذشته سیاسی شده با دانش بسیار بیشتر نسبت به سال 57 به پا خواسته است. در ضمن ما هم در این غربت اجباری در این سالهای پرتلاطم بسیار آموختیم. امسال طی مسافرت سالانه پژوهشی خودم به اروپا بیش از هر چیز این سوال برایم پیش آمد که بعد از این همه وقایع شوم که ما ملت شاهدش بودیم و هستیم، باید بدانیم که ما امروز در کجای تاریخ وطنمان قرار داریم. به همین دلیل پاسخ این سوال را از دوست عزیز دکتر محمد صدیقی یزدی، استاد فلسفه در پاریس جویا شدم که در برنامه امروز به آن می‌پردازیم. یعنی اون چی که بر ما امروز میگذره زنگش در حدود 250 تا 300 سال پیش نواخته شد و اونو من میگم چیه. اون پایان شریعت بود. و ما همانطور که میدانید در پیگیری تاریخ شفایی این دوران غربت ما به نقش با اهمیت خروج پادشاه از کشور برخوردیم که به باور من یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن جمهوری اسلامی در کشور تاریخی ما شد. در این ارتباط هم با یکی از رهبران سابق سازمان فدایان خلق ایران اکثریت به گفتگو نشستم که در آن دوران بسیار فعال بوده و پاسخی به جا از او شنیدم و آن اینکه در ماه‌های پایانی رژیم گذشته آن عدم وجود سیاستمدارانی کار کشته بود که نتوانست کشتی بگل نشسته را نجات دهد و علت اصلیش هم متاسفانه تعطیل کردن تمامی احزاب ایران بود و یک حزبی کردن کشور، وگرنه مجاهد و فدایی نیروی آنچنانی نبودند. اینی که حالا شاه باید چه میکرد، من رو این صحبت زیاد این رو کم اهمیت میدونم، ولی حرف شما کاملا صحیحه. در اون مقطع خلع وجود شاه در این پدیده‌ای که از قبل شکل گرفته و عدم امکان تصمیم گیری قاطع و تصمیم گیری در لحظات حساس سیاسی کار 5 دقیقه است.
یعنی یه تصمیم رو فردا بگیری تمومه، باید امروز تصمیم گرفت، باید در لحظه تصمیم گرفت. و اینجا شخصیتایی میخواد وجود داره، میخواد که در این عرصه کار کرده باشن، در زندگیشون تمرین کرده باشن، در موقعیتایی قرار گرفته باشن که تصمیم گرفته باشن. رهبری سیاسی مدیریت نیست فقط. مدیر ممکنه آدم مدیر باشه، وزیری باشه، مدیریت باید کارش انجام بده. رهبر سیاسی یه چیزی علاوه بر اون لازم داره و خب در اون مقطع ما رهبران سیاسی لازم داشتیم. و اما طی دیدار سالانه با دوستان عزیزی که اکثرا شخصیت‌های صاحب نظر در امور سیاسی و اجتماعی هستند، مسئله اصلی وجود ما در خارج از کشور را، یعنی مهاجرت، تبعید و پناهندگی را به طور ریشه‌ای مورد ارزیابی قرار دادیم، مخصوصا به دلیل اینکه تعداد قوم کوچ کرده امروز که در جنبش مهسا امینی هستیم به مرز 8 میلیون نفر نزدیک شده است که جا دارد در ثبت تاریخ شفاهی این دوران بیشتر با آن بپردازیم و مطمئنم که مورد توجه شما قرار می گیرد. ما پس از انقلاب 1357 مهمترین دلیل مهاجرت دلیل سیاسی. شهردار شهر فرانکفورت خانم نرگس اسکندری، خودش زندانی سیاسی، دخترش در زندان اوین متولد شده، الان شهرباس افتخار ماست که شهردار یک شهر شده. شما سه چیز دارید در بعد از انقلاب در خارج. یک بخش مهاجر دارید، یک بخش تبعیدی دارید، یه بخش پناهنده دارید. درست. یه جایی کامل باید از هم جدا کرد. در واقع سرنوشت و سرشت انسان تبعیدی با انسان مهاجر بسیار بسیار متفاوت هست. خیلی ترسیده بودم، مثلا موقعی که خارج شدم مثلا تا یک ماه این خارایی که مال کوه بود و اینا تو دستم بود، یعنی فرو رفته بود مود هنوز. غربت یا تبعید خودش یک بیماری درونی است که قابل علاج نیست. برای خیلی تبعیدی ها این هست. به همون نسبتی که این مغز از ایران بیرون میاد، به همون نسبت از میزان آیکیوی جامعه کاسته میشه. 150 هزار نفر از ایرانیان جوان عمدتاً ایران رو ترک میکنن و میان خارج. خب این یک در واقع یک نیروی عظیمی از این مملکت داره خارج میشه. من فکر میکنم بخشی از ایرونی ها کاراکتر مهاجری داشتن و دارن و چون که نمیتونن مستقیما از راه مهاجر بودن وارد آلمان یا اروپا بشن، از کانال پناهجویی میان و پناهندگی میدن. بسیاری از این مهاجرانی که زندگیشون در خطره و تقاضای پناهندگی میکنن، اینها تا یه روزی جزو نظام بودن و جزو هواداران نظام بودن، ولی خب زندگیشون مشکل شده. یعنی اینقدر حلقه تنگ در درون جمهوری اسلامی. نسل‌های جوان حس من این هستش که جنبه تمایل به امر سیاست درشون ضعیف شده، تمایل به امر حس مسئولیت نسبت به اون سرزمین یه مقدار درشون ضعیف شده. ببینیم مثلا تو همون کنفدراسیون تعداد آدمایی که پناهنده سیاسی بودن از دو انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد. موقعی که این آدم رو شما میاری توی تلویزیون رسمی کشور نشسته اونجا و نطق میکنه که بله اینشتین اون تئوری نسبیتش رو از کتاب امام جعفر صادق گرفته، آها شما میدونید ما چه کار داریم که 1471 سال بختیار گفت یه ماش عرب اونجا سر مال و زن باش دعوا شده، تازه قوبخش هم بودن، شکم همه رو پاره کردن، حالا ما بایستی که بیاییم گل به سرمون بزنیم، قمه بزنیم، زنجیر بزنیم به خاطر احترام به امام. یه بار یکشون خیلی درون خودش رو بیرون ریخت، گفت ببین همه تون شبیه هم حرف میزنید، تمامتون رو باید میکشتیم، نشد. همه فکر و ذکرم ایران بود، دوستایی که مونده بودن اونجا اعلام شده بودن، یه دوست خیلی نزدیک من زندان بود و من حسابی منقلب بودم.
خانوادهایی که اینجا به وجود آمدن روش کردن، انواع اقسام ملیت ها رو در دل خودشون جای دادن و این پدیده بسیار جالبی است که حتی میشه گفتش نوعی جهانی شدن در واقع چی خانواده ایرانی هستش. اینا یک نکته دیگری هم من در این مورد مسئله مهاجرت بلند مدت میبینم، این است که استانی بر استانهای کشور افزوده شده است و آن استان ایرانی های برون مرز است که هیچ وقت از ایران نگسستند. یک تصویری میدن از سرزمین مادری، انگار ما وطنمون رو دوست نداریم، انگار ما اهل اون کوچه نبودیم، انگار ما اون خیابانها رو نمیشناسیم، بودیم ولی اونا از ما دریغ شده، روبوده شده توسط وطن فروشانی که به قول نسیم شمال آن عقربی که بر وطن افتاد. ولی همانطور که اشاره داشتم، اول از همه می نشینیم پای صحبت دکتر صدیق یزچی، استاد فلسفه، تا دریابیم که ما امروز پس از این همه تحولات اجتماعی در کجای تاریخ کشورمان ایستاده‌ایم. با ما باشید. آقای دکتر صدیق یزچی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر این فرصت پیش آمد در شهر پاریس بتونم خدمت شما برسم. بله، خیلی متشکرم و شما خوش آمدید مثل سالهای پیش به پاریس. بله، باز هم من از خودم صحبت کنم، در قید حیات هنوز و توانایی دارم. سال به سال موقعیت ما تغییر پیدا میکنه. شما خوب شاهد هستید که من در درجه اول در رابطه با تاریخ شفاهی جامعه ایرانی غربت گزیده کار میکنم به دلیل ساخت یک مستند بلند که این 44 سال رو مورد بررسی قرار بده. مسئله‌ای که هست، من احساس کردم که سال به سال موقعیت ما غربت گزیدگان تضعیف میشه. مسئله دیگری که هست، وضع کنونی ایران بسیار دگرگون شده. یعنی مقایسه کنیم با 10 سال قبل، 20 سال، 30 سال قبل و 40 سال قبل، اصلا در یک موقعیت استثنایی هستیم. از شما که مدرس فلسفه هستید و محقق در رابطه با مسائل جامعه ایرانی، خواستم بپرسم از شما ما در کجای تاریخ قرار گرفتیم؟ پس از 44 سال جامعه ایرانی به طور کلی در کجای تاریخ ایران قرار گرفته؟ بله، سوال خیلی جامعیه، یعنی پاسخ دادنش نه ساده است و نه در یک جلسه، دو جلسه یا سه جلسه. حق با شماست، درسته. اینکه ما کجای تاریخ واسدیم کلمه قدری مبهمه، باید این رو روشن‌ترش کرد، کلمه تاریخ رو روشن‌تر. ما کجای تاریخ خودمون واسدیم؟ خب یعنی ما کجای، در چه مرحله‌ای از گذرهای زمان مندانه یا زمان بندانه و گذرهای فرهنگی خودمون هستیم؟ خب فرهنگی به جای خود، همونطور که عرض کردم، اشاره داشتم به 44 سال گذشته، یعنی دگرگونی ایران. یعنی میخواهم بگویم ما در یکی از چند نقطه بحرانی تاریخی خودمون وجه تاریخ فرهنگیمون هستیم. یعنی ما
110 سال 15 سال شاید بیشتر و البته بیشتر، من این کلمه بیشتر رو بخوام توضیح بدم، باید به کاری که اخیراً در دست انجام دارم و به زودی امیدوارم حداقل در حد یه رساله یا یه مقاله‌ای منتشرش کنم که دارم می نویسم این رو. خیلی مشتاقیم که بدونیم که بله این بسیار مسئله مهمیه. یعنی اون چی که بر ما امروز میگذره زنگش در حدود 250 تا 300 سال پیش نواخته شد و اونو من میگم چیه. اون پایان شریعت بود، حدود 300 سال قبل، حدود 300 سال قبل شروع شد. زنگ این در 200 سال پیش نواخته شد. ما در مرحله بحرانی گذر از این شکست عظیم تاریخی یعنی پایان شریعت بودیم و اون چه که در این 150-200 سال از جنگ‌های ایران و روس به بعد اهل شریعت، حافظان شریعت کوشیدند انجام بدند، بقای شریعت بود. حالا اینو چون یک گفتگوی خیلی محدودیه، من اصلا حتی نمونه هایی از چگونگی این تحلیل رو هم نمیتونم اینجا در این گفتگو اصلا بشکافید. شما اینو همینو گفتم که من در نوشته ای دارم بازش میکنم و بیشتر و تا اونجایی که عرصه عمومی میتوانه این رو متوجه بشه در نوشته میارم، اما به اشاره میگم وقتی که شاه سلطان حسین پایان عصر صفوی بود، به پایان قدرت صفوی میرسید که افغانها به ایران حمله کردند و پایتخت ایران رو تصرف کردند و این پادشاه را از سلطنت کشیدن پایین، یه اتفاق عظیمی در این دوره افتاد. نه مورخان نه اهل اندیشه اگر در اون روزگار و بعدش وجود داشت متوجه این مسئله شدن. به یه نوعی چرا کسانی متوجه این شدند، یکی از اون کسان نادرشاه افشار بود. یعنی نادرشاه افشار متوجه یه مسئله شد که اون رو شرط سلطنت قرار داد و اون عدم حضور و یک پارچه مذهب تشیع در تمام قدرت سیاسی ایران بود. این چه بود؟ این مذهب تشیع کجاش به بحران رسیده بود؟ این شریعت اسلام بود، شریعت در خانش شیعیش بود، که البته خانش شیعی با سنیش فرقی نداره. سنی ها 17 رکعت نماز میخوندن در روز، شیعه هم همین همه اون چرا که واجبات همون واجباته و غیره و غیره همش. اما یه خانشی بین شیعه و سنی وجود داره که حالا اون خانش تفاوتاش چیه اصلا نه مورد گفتگوی ماست و نه لزومی داره. نه خود واقعه. بله خود واقعه، واقعه این بود که روحانیت شیعه با اون چه که به عنوان فرهنگ اسلامی و شیعی در دوره صفویه ترویج کرده بود اینو محدودش کرده بود در شریعت. شریعت دیگه به جامعه ایران جواب نمیتونست بده، یعنی جامعه ایران با اجرای شریعت توانایی نداشت. وقتی که شاه سلطان حسین
به اطلاعش میرسونن فلان واقعه در فلان گوشه مملکت اتفاق افتاده، فلان حادثه ناگوار پیش اومده، مردم مثلا نان ندارن یا چی، میگه گفتم که یک نمیدونم آشی بار بگذارن نظر بکنند و فلان. خب این یعنی چی؟ این یعنی پایان قدرت حاکمیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی دیانت. دیانت دست کم به معنای شریعت. حالا عرفان هم کنارش هست، مدعیان عرفان هم هستم، بالاخره الهیاتی تشیع داره که هنوز نیرومنده، یعنی میتونه حرفایی رو بزنه. اما اون چی که عمله، اون به پایان رسیده. این پایان، این حرکت اتفاق میفته، میاد میرسه به سالهای جنگ ایران و روس. بعد از جنگ ایران و روس پایان شریعت رو نهضت بابیه در ایران اعلام میکنه. دقیقاً، یعنی ما یک تاریخ نوینی داریم که این 200 سال این پایان تداوم پیدا میکنه. حالا من میدونید دیگه در این گفتگو حداقل چون ابعاد زیادی داره، من فقط یه شمایی از روسش، روسی یک رأس روس هم باز نیست، بلکه یه طرح اولیه‌ای از چگونگی نگاهی که میشه به مسئله کرد. و این نهضت بابیه و جریانات بعدی منجر میشه به انقلاب مشروطه. یک بخش عظیمی از کسانی که، حالا نمیتونم کلمه عظیم نمیشه گفت، کریم بگیم، عظیم بگیم، نمیدونم، نه، یه بخشی قابل توجه از نیروهایی که کنار نهضت مشروطه میایستند، البته بابی ها بودند. بابی ها بودند، حالا شاخه ازلیش بوده یا شاخه دیگرش که دین بهایی میشه، که عمدتاً در میان شاخه ازلی روشنفکران برجسته‌ای که کنار مشروطیت فعال بودند وجود داشتن، مثل میرزاخان کرمانی. میرزاخان کرمانی ازلی بود، یحیای دولت آبادی. و بعد بین نهضت بابیه و پایان صفویه یه حرکت مهم بسیار ریشه یه دیگه هست، اون پیدایش شیخیه است که بابیه از درون شیخیه متولد میشه. اینو دیگه تمامی کسانی که روی نهضت بابی کار کردن و از نظر تاریخی باز کردن اینو به قدر کافی شکافتن. ولی اینکه اون نقطه کانونی در پیدایش این نهضت، حتی خود شیخیه چه عنصر اصلی در دین اسلام بوده بازی میکرده، اون شریعت بوده، اون دعوا در شریعت بوده. یعنی چیزی که انقلاب اسلامی 200 سال بعد از جنبش بابی، 170 سال، 150 سال، نمیدونم حالا چقدر تاریخ شد دقیق تعیین کنیم، حدود یک قرن این به بعد حاکمیت کامل دین رو و البته در کانون دین شریعت رو در جامعه ایران مستقر کرد، اونم با وحدت تخت و منبر. یه سوال دوم مهمی دیگه ای است، این که من گفتم اول سخنم ما کجای تاریخ اون ایستادیم، اینو باید سوال کنیم. کسانی که اهل تحقیق و بررسی تاریخی هستن به این پرسش باید بیندیشند و البته یافتن پاسخش کاویدن این تاریخه. یعنی ما تا این دل این تاریخ رو حداقل در 500 سال گذشته رو دقیق بررسی نکنیم و باز جلوترش رو، قرن هشتم، قرن نهم، قرن هشتم، هفتم، بریم باز یه قدی جلوتر،
اینا رو تا باز نکنیم به این پرسش نمیتونیم برسیم. چرا؟ ببینید، تخت با منبر، به روایت یا به قول فردوسی، تخت و منبر رو میگه، تخت شاهی، تخت یعنی پادشاهی، یعنی سلطنت، یعنی قدرت سیاسی. منبر یعنی روحانیت امروز، یعنی شرع، یعنی دین. منبر حافظان دینه، درست؟ خب این دو عنصر شانه به شانه هم در حاکمیت سیاسی بعد از اسلام در ایران بوده، دست کم بعد از، دقت کنیم، دست کم بعد از پایان عصر خلفای عرب، قرن تا قرن ششم و هفتم، یعنی تا درست تا زمانی که مغول وارد میشه، تا اول قرن هفت، 600 سال بعد، وقتی که حتی قبلش، البته زمانی که ترکان در ایران وارد میشن، از دوره ترکان غزنوی، حکومت‌های مستقل است دیگه. اما شما نیرومندترین قدرت سلطنتی که در ایران بعد از ورود عرب به ایران و اسلام به ایران و شکست دولت ساسانی و ایران کهن در دوره بعد از اسلام، اولین سلسله ای که نیرومند در ایران تشکیل میشه و پادشاهی رو به وجود میاره، سلجوقیانن، یعنی آل سلجوقه، درست؟ یعنی ملکشاه مقتدرترین پادشاه سلجوقیه و پسرش سنجر. خب ما در ساخت قدرت این سلطنت عصر سلجوقی که نگاه کنیم، تقریبا هم یک حاکمیتی رو برای نخستین بار بعد از شکست ایرانیان از عرب‌ها در ایران مستقر می‌کنن، یه حاکمیت یک پارچه سیاسی رو. مثلا مقتدرترین وزیرشون هم خواجه نظام الملکه. این نکته ای رو که اشاره کردم، وحدت تخت با منبر، به بهترین شکلی در کتاب خواجه نظام الملک، سیر الملوک، منعکسه، خوانده بشه به زبان فارسیه. خب این دو کنار هم بودند. حالا در زمان سلجوقیان اصلا شیعه حکومت نمی کرد، یعنی در قدرت دینی اهل سنت بود، شافعی بود خود خواجه نظام الملک. این دو کنار هم بودند. تا ما میاییم میرسیم به عصر ایلخانان، ایلخانان میگذاریم و در دوره ایلخانان اتفاقات باز تغییر دهنده دیگری در همسویی قدرت دین با سلطنت اتفاق میفته. اینا رو هم میگذاریم میرسیم به صفویه. در صفویه شانه به بله شیعه وارد میشه، روحانیت شیعه شانه به شانه سلطنت عمل میکنه. اما برای نخستین بار این سیر از 500 سال پیش میاد جلو، صفویه میگذره، افشاریه، افشاریه، زندیه، به قاجاریه، قاجاریه هم عبور میکنه. حالا ما میتونیم در هر کدوم از این دوره ها دقیقا این همکاری روحانیت یا سازمان دینی رو با قدرت سلطنت بررسی کنیم، و بررسی شده بعضن شده و اینو ببینیم. اما پرسش اینه، چرا این تخت یعنی پادشاهی، یعنی قدرت سیاسی، درست؟ پادشاهی در ایران قدرت سیاسی بود، سازمان سیاسی، همون پولیتیکی که میگیم پادشاهی بود. پادشاهی چرا همواره شانه به شانه قدرت مذهب، نمایندگان مذهب که روحانیت بودند یا اهل شریعت، حرکت کرده و شانه به شانه هم با هم
قدرت رو تقسیم کرده بودند و داشتند. اما برای نخستین بار در تاریخ ایران بعد از اسلام و بعد برای نخستین بار در پاره تاریخ ایران شیعی ما، یعنی از 500 سال به بعد، برای نخستین بار در سال 57 تخت و منبر یکی میشه. چرا؟ چرا؟ پاسخ شما. آها، این گرهی‌ترین پرسشی است که یکی از گرهی‌ترین پرسش‌هایی است که باید بهش پرداخته بشه. ببینید، این گرهی‌ترین مشکل ما در این 40 و چند سال، کسانی که تحقیقات متعددی رو انجام دادن، راجع به انقلاب ایران صحبت کردن، دلایل انقلاب رو شکافتن، بعضن هم البته قابل توجه، همه نه، ولی بعضن تحلیل هایی نوشته شده، حتی آثاری کتاب تألیف شده و روشن کردند که مثلا علت انقلاب ایران چی بوده. اما ما از این نحو نگاه تاریخی که من امروز در این گفتار دارم توضیح میدم، اونو حداقل طرح مسئله رو انجام میدم، بهش نگاه نکردیم. ما یعنی اینو نپرسیدیم که روحانیت و سازمان دینی با قدرت حکومت یا قدرت سیاسی شانه به شانه هم زندگی کردن. تقسیم قدرت بوده. بله. اما چه میشه که در سال 57 هر دو اینها یکی میشه و سلطنت رو سرنگون میکنه، خودش قدرت اون رو به دست میگیره؟ چرا؟ ببینید، یکی از این دولت مردان محمد رضا شاه در یه مصاحبه‌ای که هنوز هم این دولت مرد آقای هوشنگ یا دکتر هوشنگ نهاوندیه، فکر بکنم هنوز به قول مسلمانان سلم الله در قید حیاته، فکر میکنم در خانه سالمندان باشه. بله، به هر حال امیدوارم که عمرشون طولانی باشد. بعد ایشون، من در یه مصاحبه شفاهی ازشون شنیدم که میگویند که پادشاه محمد رضا شاه در اون سال آخر یا اون ماهای آخر سلطنتش پیش از انقلاب از من خواسته بود، اگه اشتباه نکنم، مثل این که پادشاه ازش خواسته بود که با این فقهای قم صحبت بکنه یا با اونها در تماس باشه. بعد ایشون یکی دو نوبت میره پیش آیت الله شریعت مداری و با او گفتگو میکنه. شریعت مداری یه چیزی به دکتر نهاوندی نقل میکنه که به من گفت اینو به پادشاه ابلاغ کنید، برسونید. اون مورد نظرمه، اون حرفی که آیت الله شریعت مداری به دکتر نهاوندی میگه که چه باشد، و اون خیلی مهمه. اون گله میکنه از شاه که آقا ما و شما مشترکن، این جمله رو به این نحوی که من دارم ادا میکنم نگفته بدون تردید، مفهوم اینه ما و شما مشترکن یه حقوقی داریم، یک نقشی داریم و یه جایگاهی داریم، شما اینو باید رعایت کنید. حالا اون اینو میخواد، یعنی شریعت مداری از محمد رضا شاه میخواد که مثلا
اونجایی رو که حق ماست رعایت نکردی. خب این جوهره این حرف همون چیزیست که من دارم میگم، یعنی این دو ساختار شانه به شانه هم قدرت سیاسی رو اداره میکردند. حالا اختلافی که بین روحانیت یا همین سازمان دینی یا اهل شریعت نگهبانان شریعت قرای مصطفی که اینا آیون روحانیون باشن، اونا اختلافشون با محمد رضا شاه کجا بود روشنه. اختلاف اونا کجا بود؟ اختلاف اونها دقیقا همون جایی بود که شیخ فضل‌الله نوری اعلام کرده بود. دقیقا شیخ فضل‌الله نوری چی گفته بود؟ شیخ فضل‌الله نوری گفته بود آقا شما از حقوق نمیدونم مشترک عموم مردم صحبت میکنید، آزادی که حالا به کنار، از برابری در اسلام ما برابری نداریم بین مسلمان با نمیدونم یهودی با مسیحی و با فلان آیین و با بیدین، اصلا حقوق برابری وجود، زن با مرد شما غلط کردید، کجا زن با مرد برابری؟ اصلا برابر نیست. نساؤکم حرثٌ لکم، نساؤکم حرثٌ لکم، زنان شما مزرعه های شما، کجا مثل شما؟ بله؟ بعد اون انقلاب سفیدی که به راه افتاده بود دقیقاً، و قضایای دیگه. بله. پس چی؟ پس مسئله چی بود؟ مسئله این بود که از 110-30 سال پیش از جنبش مشروطه باد دیگری در ایران وزید، اون باد باید خاموش میشد. صحیح. تازه خواستم اشاره کنم که آیت الله شریعت مداری انسانه. تازه نه، اصلا اینجوری نیست، اشتباه نکنید. بین آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی هیچ تفاوتی وجود نداره. شریعت مداری معتدل نبود؟ نه نشد. ببینید، آیت الله شریعت مداری ممکن بود مثل بسیاری از فقهای دیگه نظیر خودش برای حفظ وضع موجود و خراب نکردنش و بهره بردنش در حدی که حدود قدرتش رو تهدید نکنه چشمش رو ببنده، ولی خمینی چشمش رو نبست. بله، متوجه میشه. فرقشون همین بود. خب این در 44 سال قبل. خب حالا منظورم به چیه؟ منظورم به اینه که یک نبردی از 200 سال پیش آرام آرام شروع شد و به جایی رسید که نیروهایی در درون این روحانیت متوجه شدن اگر وضع اینجوری پیش بره، این چیزی که 200 سال پیش، یعنی شریعت که 200 سال پیش بادش وزیده بود که به پایان خطش رسیده، کارش تمام خواهد شد. پس ما باید جلوی اینو بگیریم. چجوری؟ با وحدت قدرت سیاسی با قدرت دین. همین، خیلی ساده، کاری که آقای خمینی دقیقا انجام. اصلا شما نگاه کنید تمام این 40 و چند سال ستیزی که با ارزش‌های غربی میشه، با چی غرب ستیزه؟ وگرنه با بهره گرفتن از زندگی غربی که خود این جماعت، هم خودشون، هم فرزندانشون، هم ایل و تبارشون، هم تمام کسانی که در دامن این رژیم هستن، میتونن بیان از کلیه تنعمات غربی بهره ببرن، اما ارزش‌های غربی، یعنی دموکراسی، یعنی آزادی، یعنی چرا در برابر زنان اینجوری ایستادن؟ همین روسری و همین حجاب. چرا؟ به همین دلیل که اشاره به همین دلیل
برای اینکه این حجاب بیفته شریعت تمام کارش. دقیقا اینو باید بدانی. اجازه دهید که ادامه این بحث با اهمیت و ریشه‌ای را که به سرنوشت ما ایرانیان تعلق دارد در برنامه بعد، یعنی کوچه شماره 260 ملاحظه بفرمایید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.